بینندگان عزیز سلام، امروز چهارشنبه 24 میزان سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 16 اکتبر سال 2013 میلادی. به مجموعه از تازه ترین خبرهای ما از غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مواد انفجاری حمله بر جان ارسلا جمال والی لوگر در نسخه های قرآن کریم جابجا شده بود. در یک خبرنامه دفتر رسانه های ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که بررسی های نخستین نشان می دهند که حراس افغانان برخلاف احکام دین مقدس اسلام و تمام موازین بشری به انجام بزرگترین بی‌حرمتی به اماکن مقدسه و قرآن کریم مواد انفجاری را جابجا کردند. در همین حال این حمله واکنش های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا را نیز به همراه داشته است. فروش کارت‌های رای‌دهی در افغانستان آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات از فروش کارت‌های رای‌دهی ابراز نگرانی می‌کند و این کار را در کنار ناامنی‌ها بزرگترین چالش می‌داند. این کمیسیون می‌گوید که بزرگان قوم و برخی از زورمندان از نفوذی که در میان مردم دارند کارهای رای‌دهی را از مردم می‌خرند و یا هم به زور از آنان می‌گیرند. این کمیسیون از مردم می‌خواهد تا کارت‌های رای‌دهی‌شان را نفروشند. مقام های امنیتی ولایت کندهار از افزایش پلیس زن در صفوف پلیس خبر می دهد. فرمانده پلیس کندهار این موضوع را به رسانه ها بیان کرده است. در زمینه گزارش داریم از عایشه فروتن. این منبع می افزاید از یک سال بدین سو علاقمندی زنان برای فعالیت در چارچوب نیروهای پلیس افزایش یافته است. این مقام پلیس علت افزایش پلیس زن را افزایش تامین امنیت و همکاری مردم می داند. حضور دراز مدت خارجیان در افغانستان یک نیاز جدی است و در حال حاضر نیروهای امنیتی توان تامین امنیت کلی افغانستان را پس از سال 2014 میلادی ندارند. شماره از نمایندگان شورای ملی با ابراز این مطلب میگویند که کشورهای همسایه به ویژه پاکستان برای ادامه جنگ در افغانستان طالبان را تجهیز و تمویل میکنند و این گروه هیچگاهی از جنگ دست نخواهد کشید. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل از قاچاق آثار باستانی در این ولایت به شدت ابراز نگرانی میکند و از نهادهای امنیتی میخواهد تا از قاچاق آثار باستانی جلوگیری کنند. و میگوید که در برخی از بخشهای باستانی ولایت سرپل کاوشهای خودسرانه صورت میگیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل از بی‌پروایی وزارت اطلاعات و فرهنگ در پیوند به بازسازی و ترمیم آبادات تاریخی در این ولایت نیز شکایت میکند. و حال رویدادهای تازه جهانی. بریتانیا از ایران می‌خواهد تا از فرصت آغاز گفتگوها با گروه 5 به اضافه 1 در ژنو استفاده کند. وزیر خارجه بریتانیا آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 را سودمند می‌داند و می‌گوید که تهران باید از این فرصت کار بگیرد. از سوی دیگر مقام‌های ایران نیز نخستین گفتگوها را امیدوارکننده می‌دانند. و اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با یک افسر متقاعد این کشور از بحر قهرمانی در افغانستان عالی ترین مدال نظامی افتخاری را تجویز کرد. این مدال در یک مراسم باشکو در قصر سفید داده شد. ویلیام سوینسن در سال 2009 میلادی هم قطارانش را از یک حمله طالبان در ولایت کنر نجات داده بود. این نخستین بار است که چنین یک مدال عالی به یک سرباز آمریکایی در زمان حیاتش داده می شود. با سر سپاس شما بینندگان عزیز و تمامی همکارانم در رسیدی خبر. این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرهای من از افغانستان و جهان. وقت خوش. الله نگهدار.